الزاماً توافق اگر انجام بشه و سنا اون رو مهر تایید نزنه، این به معنای قابل اجرا بودن نبودن اون طرح نیست. بسیاری از توافق‌های بین المللی آمریکا هستن که سنا تصویب نکرده. بیش از شاید 60% توافق‌هایی که دولت فدرال کرده هرگز به تصویب سنا نرسیده و در حالت تعلیق و در حالت در واقع در یک برزخ قانونی گرفتار هستند. یه نکته دیگه‌ای که به گمان من باید در مورد سیاست جمهوری‌خواه‌ها توجه بش کرد، برآمدن آقای بوشه برای 2016. اگر به راستی جیب بوش ده. اگر جیب بوش که به نظر من الان قاعدتاً محتمل ترین کاندید جمهوری خواهاست، کاندید اونها خواهد بود، او اگر بخواد 2016 ببره باید حزب جمهوری خواه رو به طرف یه تعادل بیشتری ببره، برای اینکه با این تی پارتی و با این سیاست ها نمیشه کاخ سفید رو برد. یک اکثر ائتلاف متفاوتی میخواد از تی پارتی و دست راستی های حزب جمهوری خواه، و به همین خاطر به گمان من هیچ بعید نیست و صحبت هایی که آقای رئیس مجلس کرده، صحبت هایی که رئیس سنا کرده، هر دو در این جهت هستن که ما فقط در جهت کارشکنی حرکت نخواهیم کرد، بلکه سعی میکنیم مملکت رو اداره بکنیم. کنگره ای که الان تموم شد بیکارترین و کم اثرترین کنگره تاریخ آمریکا بود. و اعتقاد دارید که کنگره جدید متفاوت خواهد بود از این جهت؟ من فکر میکنم به اقتضای انتخابات 2016 و به رغم اونچه که نماینده سنا در اسرائیل گفت که ما در سیاست ایران از اسرائیل تبعیت خواهیم کرد، باید از سیاست آمریکا هم تبعیت بکنم و سیاست آمریکا به گمان من افکار عمومی آمریکا در جهت این است که یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله اتمی ایران پیدا بشه.